وقتان بخیر. بیننده برنامه صبح و زندگی تلویزیون آریانا هستین و ساعت دوم برنامه صبح و زندگی است. ما آمدیم به منطقه 315 داخل یکی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که در این منطقه فعالیت داره و خواستیم امرای یکی از مسئله های همی پانتون یا مؤسسه تحصیلات عالی صحبت داشته باشیم در رابطه به موضوع برنامه. میفهمین موضوع برنامه ساعت 7 امروز که برنامه شروع شده حریم خصوصی است. در رابطه به حریم خصوصی امروز زنا صحبت میکنیم، اما خوب است اول امروزشون معرفی شیم. سلام، صبحتون بخیر، خود معرفی بکنین. سلامت باشین، صبح شما هم بخیر. صفیه هستم، یکی تن از مؤسسین مؤسسه تحصیلات عالی نیستم. بسیار زیاد تشکر از شما. سمستر چندمتون است؟ سمستر هشتم. خلاص میکنین؟ بخیر بخیر، خلاص میکنین. شیرینی هم سرتان چپه شده. بسیار تشکر. امروز موضوع برنامه ما حریم خصوصی است. میخواییم که یک مقدمه کوتاهی در این رابطه داشته باشیم. حریم خصوصی یعنی یک مقدمه که داشته باشیم. این حریم خصوصی یعنی بر خود شخص است، بر خود فرد است، یعنی فرد خودش چی حق حقوقی از خود به جا میمانه در خود خانواده و جامعه خود. بسیار خوب. من فکر میکنم که چیزی که امروزه بسیار جات مورد تقریبا حتی میشه بگویم تجاوز یا دخالت صورت میگیره، حریم خصوصی فرد از افغانستان. امروزه یک دختر به دل خود زندگی کرده نمیتونه، یک پسر به دل خود زندگی کرده نمیتونه، خانم بدون بعض موضوعات و پدیده های دیگه که ایور است و خسر است و خشوع است، بدون اجازه از اونا کدام کار انجام دادن نمیتونه. همچنان فرزندی که صاحب زن و اولاد است، اونا هم بدون اجازه هم خانواده 20 نفری 30 نفری که از بدون از اونا هیچ کار کردن نمیتونه. فقط کوتاه میخوایم در رابطه به این شما اشاره داشته باشین که امروزه دخترها چرا تا هنوز نفهمیدن که حریم خصوصیشان یا حق مدنیشان است که اینا در رابطه به زندگی شخصی خود تصمیم بگیرن، در رابطه به لباس پوشیدن خود تصمیم بگیرن، در رابطه به تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرن. این موضوع که شما اشاره کردین که یک دختر خانم به این معنا که یعنی که یک دختر خانم زمانی که حق شخصی یا حق حریم خصوصی خودش که پامال میشه و نمیتونه مو حق یا مو حلاقی که در زندگی نظر به مو کارکردهایی که داشته باشه نمیداشته باشه، این مو بعض خانواده هستن که یعنی اگر ما به از این نگاه بگیم که سطح علم و دانش در فرهنگ افغانی ما یا در کشور اسلامی در کشور ما افغانستان یعنی سطح علم پایین تر است، یا بعضی از کسای یا خانواده‌ای میباشن که یعنی سطح علمیشان پایین میباشه و اونا تحصیل کمتر می داشته باشن و به اونا حیب است که دخترشون تحصیل داشته باشه و تحصیل داشته باشه و نمیخواین که مو دختر یا پسرشون که به یک جایی یعنی برسه، یعنی از حقشون قبول یعنی حقشون استفاده بکنن. و چون که مو به مثال از خودشون که مو سرگذشت که بالای خودشون سپری شده، میخواین که مو سرگذشت بالای اولادشون هم تطبیق شه. یعنی 80 سال پیش خودشون جوان بودن، میخواین اونمو روند بازم تطبیق شه. روند تطبیق شه، اما نه خیر. حالا فعلا نظام دموکراسی از کشور ما تا تقریبا 18 سال میشه که همین نظام دموکراسی چی میشه پایبندی با خود قانون ما شده، که یعنی ما خودمان نظام یکی از ماده های قانون اساسی دیام در شده که ما خودمان نظام دموکراسی را پذیرفتیم و میخوایم که از حق حقوق خود که خود ما داریم، یک شخص داره، یک دختر یا پسر، از او استفاده داشته باشیم. بله، شما از جمع کدام خانواده تان، از جمع کدام خانواده است و خودتان از جمع کدام دخترها هستین؟ یعنی خودتان به خواست خود بعضی تصمیم گیری هایی را حق دارین که در زندگی داشته باشین؟ تا فعلا الحمدلله تا اینجا که رسیدیم به فضل خدا به همکاری پدر بزرگوارم می باشه و بعد هستن، بله، ولی خانواده های ما هستن، بعضی بزرگوهای هستن که نمیپذیرن، یعنی بعض از حق های ما که باید ما داشته باشیم میگیرن، اما الحمدلله تا اینجا که رسیدیم ما میتونیم که یعنی گفته به قسم به شما بگیم که حق گرفته میشه، خواسته نمیشه و ما حق خود میگیریم. پس اگر از شما بپرسم و یا یک پیام بر جوانا داشته باشین در کل؟ تشکر میکنم که شما بر ما افتخار بخشیدین که با ما صحبت داشتین و ما پیام ازی است که باید هر جوانی که یعنی خواهان عزیز که حق خود یعنی حق خود داشته باشه، یعنی از حق خود دفاع بکنه، حق داشته باشه و حریم شخصیش با میل خاص خودش باید کار داشته، یعنی کارایی داشته باشه با میل خودش و این بتونه که در جامعه موثر واقع شوه، میتونه که کارهای و عملکردهایی که مثبت باشه و مطابق شریعت اسلامی خود ما باشه پابند باشه و انجام بده. خیلی تشکر از شما. تشکر از شما میکنم.
بیننده های خوب تلویزیون آریانا، خوشن برنامه صبح و زندگی یک دنیا. تشکر از اینکه تا این لحظه همراهی مان کردین. آمده بودیم به منطقه 315 کابل و همراه یکی از مسئلان، یکی از مسئلات تاثیرات عالی خصوصی صحبت کردیم در رابطه به حریم خصوصی. حال هم خوب است که بریم به طرف استودیو، اما فراموش نکنین که در ساعت سوم برنامه صبح زندگی یعنی 8:35 دقیقه باز هم گزارش سوم ما از یکی از بخش‌های شهر کابل می باشد در رابطه به موضوع برنامه. 9:35 دقیقه معذرت می خواهیم که فعلا گزارش 8:35 بود و در ساعت سوم گزارش 9:35 ما تقدیمتان می شود. و حال هم یک ماده از قانون مدنی افغانستان آماده نشر است، میریم و با هم یک جا میبینیم. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین، و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین، و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.